فقط خبر. همزمان با استخراج اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراین، خانواده‌های جانباختگان خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه درباره سرنگونی این هواپیما شدند. تهران مقصد اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی قرار است با رهبر ایران هم دیدار کند. سایه پرونده‌های فساد بر کمک‌های دولتی افغانستان، پارلمان بودجه دسترخوان یا سفره ملی را رد کرد. و زیر فشار اقتصادی ناشی از کرونا، دولت کوبا استفاده از دلار برای خرید از فروشگاه‌ها را آزاد کرد. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 همزمان با بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه خواستند تحقیقات درباره سرنگونی این هواپیما بی‌طرفانه انجام شود. این انجمن پیشتر خواستار حضور نمایندهشان در روند بازخوانی جعبه سیاه شده بود، اما با این درخواست موافقت نشد. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 7 ماه پیش بعد از برخاستن از فرودگاه تهران با دو موشک سپاه ساقط شد و 176 سرنشینان کشته شدند. شهناز مرتب از خانواده‌های قربانیان و عضو انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از فرانکفورت آلمان با ما هست. خانم مرتب، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. شما درخواست کرده بودید که در فرانسه نماینده ای از شما همزمان با بازخوانی جعبه سیاه حضور داشته باشه. آیا دلیل خاصی داشت؟ یعنی اعتماد نیست به شرکتی که این کار رو داره انجام میده؟ به چه دلیل درخواست حضور نماینده کرده؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز شما، درخواست ما برای حضور در این بازخوانی جعبه سیاه دقیقاً به خاطر عدم اطمینانی که به جمهوری اسلامی داریم توی این پروسه و اینکه تا به حال ما میگم عدم بی‌اعتمادی به خود دولت‌های دیگه نه، ولی واقعاً بی‌اعتمادی کامل به جمهوری اسلامی به خاطر تمام پروسه 7 ماهه‌ای که با خانواده‌ها گذروند، به خاطر دروغایی که گفت. خیلی خیلی طبیعیه که ما کوچکترین اعتمادی به جمهوری اسلامی نداریم و از اونجایی هم که بارها سعی کرده به یه توافقاتی برسه با کشورهای دیگه، به همین دلیل ما خواهان این بودیم که حتماً از اعضای انجمن در این جلسه و در این بازخوانی که ما مدت‌ها منتظرش بودیم حضور داشته باشه. سابقه هم داره که نماینده‌ای یا حداقل وکیلی از طرف خانواده‌های قربانیان هواپیماهای مسافربری مثل هواپیمای مالزی که سقوط کرد در اوکراین حضور داشته باشه در روند تحقیقات. آیا خانواده‌ها به فکر این هستن که مثلا وکیلی رو استخدام بکنن که پیگیر این پروسه باشه؟ ما از طرف انجمن وکلای خیلی خوبی داریم در کانادا و در کشورهای دیگه و این اولین باره که یک همچین اتفاقی در سطح بین‌المللی اتفاق میفته و به همین دلیل هم جزو قوانین بین‌المللی این مسئله ذکر نشده و همه در تعجبن، چون اولین باره که یک هواپیما توسط دو تا موشک از طرف خود همون کشور به مسافرای به هواپیمایی شلیک میشه و هم متاسفانه تو ایران اتفاقاتی که میفته در سطح بین المللی به نوع خودش نادره و جای دیگه مشاهده نشده. به همین دلیل ما همونطوری که گفتم وکلای خیلی خوبی داریم، سوالات خیلی خیلی زیادی داریم، مدارک زیادی هم در دست داریم به خاطر اینکه بتونیم روزی ثابت بکنیم که این شلیک ها به موشک، این شلیک ها به خود هواپیما عمدی بوده و این رو ما در تلاشیم که بتونیم این رو ثابت بکنیم. عمده ترین سوالتون چه هست وقتی که میگین سوالات بسیاری داریم؟ سوال های خیلی خیلی زیادی داریم. من همینجا لازمه توضیح بدم، پروسه این دادخواهی تازه با خواندن جعبه سیاه آغاز میشه. سوالات خیلی زیادی داریم. بیانیه خیلی خوبی ما دیروز از طرف انجمن نوشتیم
که من امیدوارم همه به رجوع کنم به این بیانیه که انجمن داده، در سایت انجمن هست. سوالات خیلی متعددی از اینکه چرا اون شب با وجودی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که در بالاترین سطح جنگی قرار داره و آمادگی برای جنگ، چرا اجازه پرواز به هواپیماهای مسافری رو داد، چرا بعد از اینکه این اتفاق افتاد بلافاصله اونجا رو کامل با بولدوزر جمع کردن، چیزی که از نظر بین المللی اجازه نداشتن، اینکه چرا به خانواده ها تعرض کردن، اینکه چرا اجازه ندادن خانواده ها اونجوری که باید خودشون در با عزیزانشون باشن نبودن، چرا خانواده ها رو تحت فشار قرار داده، چرا به اموال و اشیاء جان باختگان تعرض کرد و دزدیدن وسایلشون رو، چرا وسایل به خانواده ها تحویل داده نشد، چرا بارهای مسافرها به طور کامل باربندی نشد و چمدوناشون حدود 80-90 تا چمدون بدون اینکه بار زده بشه به خانواده‌ها تحویل داده شد، چرا هواپیما یک ساعت و نیم تاخیر داشت و هیچ توضیحی برای خانواده‌ها داده نشد، علی‌رغم اینکه مسافرها همه سوار بودن، نشسته بودن تو هواپیما، ولی همچنان هواپیما پرواز نمی کرد. چرا هواپیما وقتی که پرواز تأخیر داشت به خانواده ها خارج از هواپیما و داخل فرودگاه که برای بدرقه عزیزانشون رفته بودن اطلاع داده نمی شد و صفحه‌ای که باید همه تغییرات اون پرواز را نشون می داد، چرا هیچ اثری از تأخیر هواپیما تو اون صفحه فرودگاه نشون داده نشد و تمام اینا سوالات بازیه برای ما که به دنبال پاسخش هستید. فکر میکنم بخشی از این پاسخ رو میبایست پایان همین هفته منتظرش باشیم، وقتی که جعبه سیاه رو قرار هست که نتایجش رو شرکت فرانسوی اعلام بکنه. ممنونم از وقت شما خانم مرتب. من اگه اجازه بدین چند ثانیه فقط میخوام یه پیام کوتاه به خیلی تمام عزیزانی که صدای منو میشنون، از تمام کسایی که شاید هنوز یه وجدان بیداری باشه، ازشون خواهش میکنم هر گونه اطلاعاتی در رابطه با این حمله دارن بتونن به ما برسونن که این پرونده بتونه روند خودش رو طی بکنه و بتونیم توی یه دادگاه بین المللی جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت پای میز محاکمه بکشیم. خیلی ممنون از شما شهناز مرتب از خانواده های قربانیان پرواز 752. قوه قضاییه ایران میگوید توقف حکم اعدام 3 نفر از معترضان آبان ماه تحت تاثیر کارزار کاربران شبکه‌های اجتماعی نبوده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا گفته او قبل از آغاز اعتراض‌های گسترده در فضای مجازی از وجود راه‌های قانونی برای اعاده دادرسی در این پرونده خبر داده بود. هفته گذشته پس از تایید حکم امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی، کاربران شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار از هشتگ اعدام نکنید استفاده کرده و خواستار توقف حکم اعدام این 3 نفر شدند. وکلای این 3 نفر گفتند حکم اعدام فعلا متوقف شده و قرار است پرونده آنها دوباره بررسی شود. بازار ارز در ایران روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. قیمت هر دلار آمریکا در ساعات اولیه روز با حدود 2000 تومان کاهش نسبت به روز قبل به کمتر از 21000 تومان هم رسید، ولی در ادامه روز دوباره افزایش پیدا کرد و از ساعتی پیش از 22500 تومان هم فراتر رفت. مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران صبح امروز گفته ایران با عراق به توافق اولیه‌ای رسیدند که در صورت نهایی شدن چند میلیارد دلار ارز وارد ایران می‌شود. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دیشب در حمله موشکی اسرائیل به منطقه‌ای در جنوب دمشق پایتخت سوریه 5 نفر از نیروهای مورد حمایت ایران کشته شدند. گفته شده موشک‌های اسرائیل دوشنبه شب انبارهای نگهداری سلاح و مهمات متعلق به حکومت سوریه و پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را هدف قرار دادند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه هم از زخمی شدن 7 نظامی این کشور در حمله دیشب خبر داد. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خودش به تهران رفته. او بعد از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار هست با آیت الله خامنه ای هم ملاقات بکنه. آقای کاظمی دقایقی پیش کنفرانس خبری هم با حسن روحانی داشت که به صورت زنده در تلویزیون ایران پخش شد. 2 روز پیش هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بغداد سفر کرده بود و دیدارهاش با مقام های عراقی رو سازنده خوند. انتظار میره بحث پرداخت بدهی‌های عراق بابت خرید برق و گاز از ایران یکی از مهمترین محورهای گفتگوهای مقام‌های دو کشور باشه. نفیسه کوهنورد همکارم با ما هست. نفیسه، تو این دیدار رو کم و بیش خبرهاش رو حداقل دنبال کردی، کمی به اون بگو که در این کنفرانس خبری که دو طرف گذاشتن چه گذشت؟
مجید بیشترش خب تعارفات و چیزهایی بود که به صورت رسمی اعلام میکنن. آقای روحانی از این صحبت کرد که عزم دو کشور برای افزایش مبادلات و روابط تجاری بین دو کشور راسخه و میخوان حجم مبادلات رو به اون 20 میلیارد دلاری که ایران چندین ساله بر روش پافشاری میکنه برسونن. در مورد این گفت که ایران آمادگی اینو داره که تجهیزات بهداشتی و پزشکی در اختیار عراق بذاره و به عراق کمک بکنه. آقای کاظمی هم از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که در زمان حمله داعش اولین کشوری بود که به کمک عراق اومد. اما خارج از اون باید دید که پشت پرده و پشت درهای بسته چه صحبتی میشه، به خاطر اینکه حجم خواسته ها از دو طرف، انتظارها از دو طرف زیاده. ایران انتظار داره که این سفر باعث بشه که راه باز شدن مرزها حداقل اگر نه به روی زائرای ایرانی یا مسافرای ایرانی به روی کالاهای ایرانی باز بشه، برای اینکه الان فعلا از یه هفته پیش تقریبا فقط برای دو روز در هفته بیشتر مرزهای جنوبی بازه و همچنان تجارت ایران عراق، صادرات غیر نفتی ایران به عراق دچار مشکله و همچنین وصول مطالبات ایران از بانکهای عراق هست که مسئله اصلی. در مقابل آقای کاظمی هم احتمال خیلی قوی در مورد گروههای نزدیک به ایران، گروههای تحت حمایت ایران صحبت خواهد کرد و همچنین حمله هایی که به منافع آمریکا، پایگاه های آمریکا و سفارت آمریکا میشه که همزمان با سفر آقای ظریف هم به بغداد دقیقا خیلی به ندرت امکان داشت حمله روزانه انجام بشه، ولی سه راکت در هم وقتی که آقای ظریف داشت با مقامات عراقی دیدار میکرد به سمت سفارت آمریکا شلیک شد که گروهی نزدیک به ایران اون رو به عهده گرفت. نفیس بخش قبلم خودت گفتی که قرار بود آقای کاظمی به عربستان بره ولی این اتفاق نیفتاد و اولین سفر خارجی آقای کاظمی شد به تهران. آقای کاظمی بالانس خیلی سخت یا موازنه خیلی سختی رو باید برقرار بکنه بین ایران، آمریکا، عربستان. چه چشم‌اندازی رو پیش روش داره؟ خیلی کار سختیه. این تعادلیه که بارها میشه گفت تمام نخست وزیرهایی که در این چند سال اومدن بر سر کار و در عراق صحبتش بوده که میخواستن و حتی به زبان آوردن که میخوان انجام بدن. آقای عادل عبدالمهدی هم قبل از آقای کاظمی امیدوار بود که بتونه این تعادل رو بین متحد قدرتمند منطق بین المللی یعنی آمریکا و همچنین همسایش برقرار بکنه. اما نکته ای که هست الان روابط آقای کاظمی و آقای دولت ایران هم هست، به خاطر اینکه کسانی که از نزدیک آقای کاظمی رو میشناسن میگن که از قبل با آقای روحانی همدیگه رو میشناختن، روابط دوستانه ای دارن. این برخلاف چیزی هست که گروه های دیگه مثل گروه های نزدیک به سپاه یا گروه های تحت حمایت ایران در عراق خواهانش هستند. همین الان هم این گروه ها دارن هنوز آقای کاظمی رو متهم میکنن که به نوعی در کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس نقش داشته. همه اینها سایه میندازه رو روابط دو کشور، اما این که بتونه آقای کاظمی این بالانس رو برقرار بکنه در زمانی که به هر حال آمریکا هم شمشیر رو از رو بسته و سیاست‌های فشار حداکثریش رو دنبال میکنه به شدت سخت خواهد بود. تا الان هم نشانه‌ای دیده نشده که آقای کاظمی بخواد فاصله از آمریکا بگیره یا خواسته های ایران به خصوص خروج کامل نیروهای آمریکایی از ایران رو از عراق رو دنبال بکنه. ممنونم و حتی روابطش وقت بگم روابطش با گروه های نزدیک به ایران هم به شدت شکرابه. ممنونم ازت نفیس کونوت همکار. پارلمان افغانستان بودجه برنامه موسوم به دسترخان ملی رو رد کرد. این برنامه با هدف کمک به مخارج زندگی بیش از 4 میلیون خانواده آسیب دیده از بحران کرونا شنبه گذشته در مراسم ویژه‌ای در کاخ ریاست جمهوری رسما اعلام شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در مراسم معرفی این برنامه اون رو گام دیگری در راستای قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت توصیف کرده بود. عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس و از نمایندگان
مجلس از کابل با ما هست. آقای کبزنگ، چه شد که این طرح رد شد در حالی که به نظر می‌رسید حداقل قرار بود 4 میلیون خانواده از اون سود ببرن؟ روز شما بخیر. آنچه که متاسفانه در بحث حکومت افغانستان، نگرانی پارلمان افغانستان و نمایندگان ملت برانگیخت، بحث متاسفانه عدم شفافیت برنامه و دور زدن پارلمان افغانستان بود. آنچه که ما در قوانین افغانستان می‌بینیم، وقتی که به قانون اساسی افغانستان مراجعه می‌کنیم، به عنوان قانون مادر صلاحیت‌های پارلمان و ولسی جرگه در او مشخص شده. شما در ماده 91 پاراگراف دوم قانون اساسی می‌بینیم که از صلاحیت‌های ویژه پولیسی جرگه یا پارلمان افغانستان اینه که تصمیم میگه در بحث پروژه های انکشافی و بودجه ملی. و بعد از قانون اساسی، مهمترین قانونی که در بحث ملی مطمئه بحث ما هست و ما از او استفاده میکنیم، اصولنامه اجرای بودجه هست. او هم در ماده 3 از اون میگه که خود سند بودجه قانونه و ماده 37 یک از قوانین دیگر ما، یعنی میگه که طرح باید به پارلمان میومد و تایید شما رو میگرفت. اول مسلما صلاحیت پارلمان افغانستان در قوانین مشخصه، چیزی که ما یک ماه قبل داشتیم. به طور مثال وقتی که بحث پیین آمدن عواید شد و دولت به مشکل کرونا مواجه شد، خواستار تعدیل بودجه به خاطر کرونا شد و ما تقریبا 2 هفته پیش ما بودجه را به خاطر کرونا تعدیل کردیم، به خاطر اینکه عواید ما کم شده بود، 48 میلیارد کم بوده، کسر بودجه را داشتیم، پروژه های جدیدی را حکومت میخواست روان کرد به پارلمان. اما در این ترک ما از طریق رسانه ها شنیدیم، اونا استناد به یک از مواد اصولنامه اجرای بودجه میکنن. متاسفانه یا خوشبختانه رضایت پارلمان را کمی نکرد و امروز پارلمان افغانستان تصمیم گرفت که بعد از اینکه ما صحبت های معین ملی وزارت محترم ملیه را بشنیدیم، بعد مصوبه را پاس بکنه و این مصوبه را با 123 رای رد بکنه. اگر خیلی سریع به من بگید، اگر این طرح به مجلس بیاد تاییدش میکنید یا نه؟ قاعدتاً امروز رد شد و آنچه که ما به دیل ارائه کردیم بحث پروژه‌های زیربنایی است. متاسفانه در بحث توزیع نان خشک در زمانی که کرونا بود حکومت ناکام بود و این وقت ملت نمی‌خواهند، نمایندگان مردم نمی‌خواهند که پول بیت المال و پولی که به افغانستان کمک میشه حیف مال بشه. ممنون از شما عظیم کبزانی، نماینده مجلس. نگاهی دوباره بکنیم به عناوین خبری ما امروز. همزمان با استخراج اطلاعات جبهه سیاه هواپیمای اوکراین در فرانسه، خانواده‌های جانباختگان خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه درباره سرنگونی این هواپیما شدند. نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خود وارد تهران شد و با حسن روحانی دیدار گفتگو کرد. در ادامه این برنامه، دولت کوبا زیر فشار اقتصادی استفاده از دلار برای خرید از بعضی از فروشگاه‌ها را آزاد کرده. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز در دیدار با یک گروه از مسلمانان این کشور گفت اگر پیروز شود در اولین روز کاریش در کاخ سفید فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و چند کشور عمدتاً مسلمان دیگر رو که دونالد ترامپ صادر کرده لغو خواهد کرد. آقای بایدن همچنین گفت اقلیت مسلمان آمریکا در دولت او نقش خواهند داشت. بهمن کلباسی همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، وعده خیلی خیلی بزرگیه که در همون روز اول این اتفاق میفته. آیا واقعا او میتونه چنین کاری رو بکنه؟ در اختیارش هست که این کار رو بکنه؟ حتما در اختیارش هست که رئیس جمهور میتونه دستورهای ریاست جمهوری، رؤسای جمهور پیشین رو لغو بکنه یا مفادش رو تغییر بده. نیازی به تصویب کنگره نداره برای اینکه اون ممنوعیت رو با یک امضا کنار بذاره. البته آقای بایدن و دیگر دموکرات‌ها وقتی که رقابت می‌کردند برای رسیدن به نامزدی حزب، همه‌شون تاکید داشتن که این چیزی که معروف شده به ممنوعیت برای مسلمانان، فرمان ممنوعیت برای مسلمانان، این رو لغو بکنن. و آقای بایدن حالا در این گفتگویی که با این گروه مسلمانی که هدفش بسیج کردن مسلمانان در آمریکا برای رأی دادن بیشتر هست و مشارکت بیشتر در انتخابات به نفع آقای بایدن هست، گفته است که در همون روز اول این کارو میکنه. دوبارم تاکید کرد که همون روز اولی که وارد کاخ سفید بشم این فرمان ممنوعیت ورود رو کنار خواهم گذاشت، لغو خواهم کرد. میدونیم که اون فرمانی که آقای ترامپ درست هفته اول رسیدن به ریاست جمهوریش امضا کرد در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد و اون چیزی که در نهایت اجرا شد یه مقداری ضعیف‌تر بود و استثناهای بیشتری درش داشت، ولی باز هم عملاً بخش بزرگی از شهروندان این کشورها، ایران و اون
5 6 کشور دیگه که چند کشورم بعداً بهش اضافه شدن، اینها نمیتونن به راحتی حتی تقاضای ویزا بکنن، تازه اگر بکنن هم بسیاریشون رد میشن. به همین جهت بایدن در این کارزارش چه وعده دیگه‌ای به مسلمانان داد؟ این صحبتاش هم از این صحبت کرد که من معتقدم باید با این اسلام ستیزی که آقای ترامپ رو انداخته مبارزه کرد و اون فضا رو تغییر داد. حتی گفت آقای ترامپ سم هست در فضای سیاسی آمریکا علیه مسلمانان، از کلمه سم استفاده کرد و فراتر از اون قول داد که مسلمانان آمریکا که بر اساس آمار بیش از 2 میلیون نفر هستند که واجد شرایط رأی هستند الان در آمریکا و در ایالت‌های حساس هم بسیارشون زندگی می‌کنن، نقش بیشتری در دولتش داشته باشن. صحبت از این بکرد که برای اسرائیل و فلسطین و حقوق فلسطینیان مبارزه می‌کنه که هم اسرائیلی‌ها هم فلسطینیان یک کشور مستقل داشته باشن و حرف از حمایت از حقوق مسلمانان چین هم زد، اقلیتی که در چین تحت فشار دولت چین است. در چه یک مجموعه از وعده هایی بود که به این گروه داد و مشخص است که مسلمانان آمریکا هم به خصوص بعد از این 4 سال آقای ترامپ به تبع بر اساس آمار و نظرسنجی های تعداد قابل توجهشون با آقای بایدن تمایل دارن. سوال این است که تا چند درصدشون پای صندوق رأی میرن، چند درصدشون ثبت نام میکنن، که هدف این گروه که آقای بایدن باهاشون صحبت کرد همین افزایش مشارکت. ممنونم. بهمن کرباسی با عمر بشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان بار دیگه در دادگاه حاضر شد. او این بار به اتهام کودتایی که 31 سال پیش علیه حکومت قانونی و منتخب مردم رهبری کرده محاکمه میشه. آقای بشیر بعد از این کودتا 3 دهه بر سر قدرت ماند. وکلای او این دادگاه رو سیاسی و با انگیزه انتقام جویی میدونن. عمر بشیر در صورت محکومیت ممکنه با مجازات اعدام روبرو بشه. مرتضی فرهمند گزارش میده. مولانا بسم الله الرحمن الرحیم. نخستین دادگاه در خاورمیانه به جرم رسیدن به قدرت با کودتا. پیش از این تنها کودتاگران نافرجام محاکمه می شدند. هیچ حاکمی که در خاورمیانه با کودتا به قدرت رسید به اندازه عمر بشیر حکومت نکرد. 30 سال سرانجام هم با کودتا کنار گذاشته شد. سال 1989 سپهبد عمر بشیر دولت قانونی صادق مهدی را که با انتخابات روی کار آمده بود با کودتا سرنگون می کند. کودتایی با پشتیبانی اسلامگرایان. ایران هم به کودتای او روی خوش نشان داد. عمر بشیر متحد ایران شد. چتر او بر سر اسلامگرایان از اخوانی ها را دربر می گرفت تا القاعده. اسامه بن لادن پیش از آن که به افغانستان برود مهمان سودان بود. از همانجا هم انفجار سفارت آمریکا در کنیا را هدایت کرد. به تلافی این بمبگذاری بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا دستور بمباران کارخانه داروسازی شفا را در سودان داد. سودان دوران عمر بشیر طولانی ترین جنگ داخلی آفریقا را شاهد بود. جنگی که به تجزیه کشور انجامید. قحطی و گرسنگی از یک سو، سرکوب و کشتار جمعی از سوی دیگر بر سودان سایه انداخت. کشتار در دارفور ثبت نام عمر بشیر به عنوان جنایتکار جنگی را در پی داشت و صدور حکم بازداشت بین‌المللی. فرماندهان نظامی که در کشتار دارفور شریک جرم عمر بشیر بودند همانهایی شدند که بعدها علیه او کودتا کردند و به زیرش کشیدند. الله اکبر، الله اکبر. انا المشیر عمر حسن احمد البشیر. در عرصه بین‌المللی عمر بشیر بازی زیاد کرد. از متحد ایران به متحد عربستان تبدیل شد. برای جنگ با حوثی‌ها نیرو به سودان فرستاد. سپس به قطر نزدیک شد. از در دوستی با سوریه درآمد، به دمشق سفر کرد. همین کارها هم امارات و عربستان را علیهش برانگیخت. در پی سفرش به دمشق، تظاهرات و جنبش در سودان به راه افتاد و سرانجام کودتا و برکناری و زندان. ۱۵۰ وکیل دفاع از عمر بشیر را در دادگاه به عهده دارند. این البته تنها دادگاه بشیر نیست. او به جرم فساد و پولشویی در حال گذراندن مجازات حبس 2 ساله است.
پرونده دیگری نیز علیه او به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در دست رسیدگی است. مرداد فرهمند، بی بی سی. پارلمان بریتانیا دولت را به سهل‌انگاری در مقابله با مداخله روسیه در امور داخلی این کشور متهم کرده. در گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا آمده دولت‌های مختلف این کشور با آغوش باز از ثروتمندان روس وابسته به حکومت استقبال کردند و مسائل امنیتی را نادیده گرفتند. این گزارش شامل موضوعات مختلفی از جمله جاسوسی سایبری، نشر اطلاعات و تبلیغات گمراه کننده برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی بریتانیا و حمله و فشار بر روسهای پناهنده و مهاجر در این کشور میشه. کوبا با بحران کمبود ارز روبرو شده. این کشور برای واردات محصولات و مواد غذایی با مشکل روبروه و حالا دولت کمونیست کوبا برای اولین بار برای جبران این کمبود استفاده از دلار آمریکا رو برای خرید از بعضی از فروشگاه‌های مواد غذایی آزاد کرده. النا پاتروف گزارش میده. مشتریان کوبایی به سمت مغازه ها می روند، آماده برای اینکه با دلار آمریکایی خاروبار بخرند، از بطری های نوشیدنی تا قوطی های کنسرو و کیسه های آرد. اگر پول داری و می توانی چیزهایی که می خواهی پیدا کنی، بهتر است الان بخری. کوبا به تازگی اجازه داده مردم برای خرید روزانه چیزهایی که کمیاب نیستند از دلار آمریکا استفاده کنند. اینم یه راهشه. برای کوبایی‌ها این یه راه جدیده برای خرید و تا حالا هم فکر کنم که جواب داده. بعضی از کوبایی‌ها اقوامی دارند که برایشان از خارج دلار می‌فرستند. این هفته آنها می‌توانند به طور قانونی دلار خرج کنند. راهکاری که از دهه 90 تا حالا وجود نداشت. این پولی نیست که ما بتونیم راحت بهش دسترسی داشته باشیم، اما به نظرم اشکالی نداره ازش استفاده کنیم. دولت کمونیستی کوبا فروشگاه‌ها را کنترل می‌کند و نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر اقتصاد دارد. این کشور از زمانی که صنعت توریسم در دوران همه‌گیری کرونا فرو ریخت، درآمدهای ارزآورش را از دست داده. تأمین کالاهای وارداتی به انبار فروشگاه‌ها بدون ارز کار سختی است، چون پزوی کوبا در خارج از کشور معامله نمی‌شود. محلی‌ها می‌گویند خیلی تنوع محصولاتی که می‌خواهند وجود ندارد. در عوض فروشگاه‌هایی که دلار قبول می‌کنند خلوت‌ترند. جمعیت کمتری در مغازه‌هایی که دلار می‌گیرند دیده میشه. این خوب راحت تره. فشار کمتری برای خرید میاره. اگه پولی داری که از خارج برات فرستادن، میری مغازه و هر چی احتیاج داری میخری بدون اینکه شلوغ باشه. کوبا و آمریکا دهه هاست که با هم دشمنن. دولت دونالد ترامپ تحریم های تجاری سختی علیه این کشور اعمال کرده که کار را برای اقتصاد کوبا سخت تر کرده است. قانونی کردن استفاده از دلار آمریکا در کوبا تصمیم ایدئالی نیست، اما الان دور و زمانی ایدئالی هم نیست. آلنا پتروف، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی انتخاب کردید.